خودارضایی جزء رفتارهای پرخطر انسان محسوب میشه، به خاطر اینکه ماهیت این غریزه توی آقا و خانم جوری هستش، به خاطر لذت آنی که این کار داره باعث میشه که چه آقا چه خانم بعد از اینکه خودارضایی رو برای اولین بار انجام میده اون رو بارها تکرار بکنه. و چون توی خودارضایی خانومات تایم اورگاسمشون طولانی تره و حالا یه سری توی جلسات قبل بهتون گفتم یه سری المان ها تو ذهنشون هست که باید تیک بخوره، اون طولانی شدن تایم اورگاسم باعث میشه که اون خانوم لذت ناقصی رو تجربه کنه. در رابطه با آقایون هم همینه، چون لذت ناقص تجربه میشه و شخص فقط از نظر فیزیکی داره ارضا میشه، خب روحش، روانش، اون حس خوبی که باید بهش بده ایجاد نمیشه، پس از نظر ذهنی اون شخص تشنه تر میشه به رابطه جنسی و چون شریک جنسی نداره یا عادت کرده به اون روش ارضا شدن و همین خاطر بیشتر به سمت خودارضایی کشیده میشه و بارها خودارضایی رو باید تکرار بکنه و این موضوع باعث میشه که توی چرخه تکرار بیفته و خودارضایی براش به یک عمل اعتیاد آور تبدیل بشه. ببینید دوستان، آسیب هایی که خودارضایی به روح و روانتون میزنه در مقایسه با آسیب هایی که به جسمتون زده میشه خیلی بیشتر، چون یه سری آسیب هایی که به جسم زده میشه قابل جبرانه. البته آسیب هایی هم هست که غیر قابل جبران میشه، مثل بر کسی که حالا پرده بکارت داره بخواد خودارضایی واژنی انجام بده باعث پاره شدن پرده بکارت میشه، یا آسیبی که به حالت تناسلی آقایون زده میشه. ولی در کل عمل خودارضایی چون از لحاظ روانی اعتیاد آوره باعث میشه که شخص حالت کرختی داشته باشه، بی‌حوصله باشه، کلافش بکنه و یه جوری احساس گناه رو به شخص بده. خب و فکر کن حالا شما کسی که اعتیاد داره به خودارضایی کردن روزی 3 بار 4 بار بعد عمل خودارضایی انجام بده، خب بعد هر بار اگه بخواد احساس گناه بکنه در دراز مدت باعث افسردگی های شدید میشه توی شخص. و معمولا افرادی که افسردگی دارن، میگن معمولا، نه اینکه اکثرا همینجوری هستن یا همه همینجوری هستن، معمولا افرادی که افسردگی دارن خیلی به بهداشت فردی اهمیت نمیدن. و حالا اگه کسی برای خودارضایی کردن از اشیای خارجی استفاده بکنه و اون بهداشت هم در نظر نگیره، قطعا به بیماری های زمینه‌ای مثل عفونت ها، انواع قارچ ها و حتی بیماری هایی که زمینه ساز یا بستر ساز بیماری های دیگه هستن رو میتونه توی وجودش فراهم بکنه. یکی دیگه از آسیب هایی که خودارضایی به شخص میزنه باعث میشه که شخص عزت نفسش رو از دست بده، اعتماد به نفسش کم بشه، بیشتر گوشه‌گیر میشه، احساس خود کمبینی میکنه و احساس ناکافی بودن میکنه، فکر میکنه که دیگه نمیتونه رابطه عاطفی رو برقرار بکنه یا نمیتونه رابطه جنسی سالم رو برقرار بکنه. و همین عزت نفس و خود کمبینی باعث میشه که از جمع فاصله بگیره، از دوستانش فاصله بگیره، از اجتماع فاصله بگیره، از لحاظ کار و خیلی مسائل دیگه که توی زندگیش نقش حیاتی دارن رو ازشون فاصله بگیره و ضررهای جبران ناپذیری از این بابت هم به خودش، به روحش، به روانش و به زندگیش بزنه. یکی دیگه از مشکلات اعتیاد به خودارضایی این هستش که شخصی که خودارضایی انجام میده طبق صحبتهایی که قبلا داشتیم این هستش که بیشتر با تخیل، رویا پردازی، با یه سری فانتزی های ذهنی خودش رو ارضا میکنه. خب شخصی که حالا اعتیاد پیدا کرده به این کار، وقتی وارد رابطه جنسی میشه امکان داره اون شخص اصلا متأهل باشه یا شریک جنسی داشته باشه، حتی بتونه رابطه جنسی با اون شخص برقرار بکنه، ولی چون نمیتونه اون رویا پردازیش و اون فانتزی های ذهنیش رو توی رابطه سالمی که با شریک جنسیش داره پیاده بکنه، به مرور از این رابطه که داره دل سرد میشه از این رابطه و حتی شاید به انزال نرسه، یعنی هیچ لذتی از اون رابطه نمیبره و وای به حال کسی که به مرحله برسه که از رابطه با شریک جنسیش به انزال نرسه، به اورگاسم نرسه. اون وقت زمانی هستش که باید به تراپیست ها، به پزشک ها مراجعه بکنه تا این مسئله بررسی بشه، به خاطر اینکه قسمت اعظم این مسئله برمیگرده به ذهن. خب به این خاطر که ذهن این رفتار رو توی ضمیر ناخودآگاه خودش سیو میکنه و وقتی مسئله توی ضمیر ناخودآگاه شخص بره و اونجا سیو بشه، دیگه از بین بردن اون عادته خیلی کار سختیه و قطعا اون شخص خودش به تنهایی نمیتونه این کار رو انجام بده و باید از تراپیست ها و پزشک ها کمک بگیره.
با صحبت هایی که شد قطعا به اهمیت این موضوع پی بردید و متوجه شدید که اگه تا الان این مسئله رو حالا سرسری گرفتین یا خیلی بهش اهمیت ندادین، چقدر میتونه توی بحث روح و روانتون، چقدر میتونه توی بحث سلامت فیزیکتون، سلامت جسمتون موثر باشه. انشاءالله توی جلسه بعد در موردش خیلی مفصل تر صحبت میکنیم.